سلام، عرض ادب و احترام. ترکیه هم روزنامه حریت، قدیمی ترین روزنامه ترکیه، هم کمال کلیچدارو‌اغلو، میدونید دیگه، اپوزیسیون قوی و کسی که قراره چند ماه دیگه بر سر پست ریاست جمهوری با اردوغان رقابت کنه، شانس بدی هم نداره. در امتدادش پارلمان رو هم خواهند برد، قطعی بهتون میگم، با ائتلافایی که دارن، احزابی که مخالف اردوغانن، به رهبری همین کلیچدارو‌اغلو. از اون ور قدیمی ترین روزنامه ترکیه به اسم حریت، هر دو توی روز گذشته یک چیزی اشاره کردن که خیلی جای تأمل داره و من بارها بهش پرداختم، این که ترکیه از ناتو بعد خارج شه. ما راجع به ترکیه بی نهایت صحبت کردیم، حتی من جاهای مختلفی عنوان کردم ترکیه باید بیاد تو بلوک شرق. اما وضعیت ترکیه رو بسنجیم، تو چه شرایطی قرار داره؟ ترکیه که سالها میانه بازی کرده، ترکیه نقشای مهمی داشته برای غرب، سعی کرده در شرق هم تاثیرگذار باشه، ترکیه که یک جغرافیایی بوده از نگاه ناتو، از نگاه آمریکا میتونسته دروازه استانبول آسیای میانه باشه، دروازه استانبول قفقاز باشه، تحت تسلط و کنترل کننده روسیه باشه و این پتانسیل هایی بوده که علاوه جغرافیای ترکیه داشته. اما ما تو مقطع کنونی تو یک شرایطی قرار گرفتیم که کشورها بازی میانه نمیتونن بکنن به جز یکی دو کشور که پتانسیل دارن. من از این دو کشوری که پتانسیل بازی میانه دارن قبلا تو تحلیل نام بردم، یکیش هنده که بازی میانه براش منفعت طلبانه است، یکیش ترکیه است که بازی میانه کاملا به ضررش داره تمام میشه. چرا؟ برسیم به خود ترکیه، از هند خارج شیم. ترکیه رو امروز به این شکل ببینید. من تو تحلیل چند روز پیشم راجع به ترکیه تو دو سه تا از برنامه‌ای که دعوت بودم، برنامه زنده، اشاره کردم. ایرادی نداره. دوباره تکرار می‌کنیم. ترکیه در زمانی که شوروی با اون پیمان ورشو با کشورهای اروپا شرقی و بالکان تو یک تعهد، تو یک ائتلاف بود در مقابل ناتو، اون موقع ترکیه یک اهمیت ویژه داشت برای ناتو، برای آمریکا. ترکیه کشوری بود که جزء پیمان ورشو نبود و فضایی داشت که در مقابل روسیه تعریف می‌شد، همسایگی روسیه تو بخش دریای سیاه. پس ترکیه جایی بود که پیوستنش به ناتو خیلی مهم بود، داشتن پایگاه و نفوذ توی ترکیه خیلی کلیدی بود. پایگاه انجلیک، 50 تا بمب اتم در واقع از فرآیند B1ش بیوانشون، و این فضا رو داشته باشید تأثیرگذار. پس ترکیه نقش کلیدی توی ناتو داره. در امتدادش امروز، خب اتفاقاتی که تو منطقه افتاد، تغییرات نظم جهانی، بلوک شرق در مقابل غرب، تمام این اتفاقات، جنگ روسیه و اوکراین، امروز ترکیه چه نقشی داره؟ بعد از 2016 اردوغان از به آمریکایی هشدار داد که من پایگاه انجلیک رو محدود میکنم، یا توی بحث خرید سامانه S-400 با آمریکا در افتاد. در موارد زیادی منافع ترکیه با غرب هم دوچار چالش شده، دوچار اختلاف شده. تو بحث فشار ترکیه برای ورود مهاجرین به اروپا، سهم خواهی ترکیه از اروپا، از منظر اروپایی ها و تمامی این موارد باعث شد که در امتدادش اتفاقاتی هم بیفته. یعنی نوع بازی ترکیه تو سوریه با ایران و روسیه، سه کشوری که تو سوریه گفتگو میذاشتن، مثل همین گفتگوی اخیر که انجام شد، روسیه و ایران هم به شدت به ترکیه گفتن وارد جنگ در سوریه نشو و این تبعات زیادی داره. این نزدیکی سیاست ها، این نوع منافعی که گاهن در بلوک شرق پیگیری میشه، دنبال میشه خارج از رقابت ها، همه اینها رو داشته باشید. خب امروز روسیه با اوکراین درگیره، اروپا، ناتو، اتحادیه اروپا، اینها تو فرایند که چه منافعشون از چه نیست، اما یک سیاست متحد و متشکل تعریف شده براشون، این که آماده افزایش تنش با روسیه باشید حتی اگر به ضررتونه. ترکیه تبعیت نمیکنه. ترکیه مخالف ورود سوئد و فنلاند به ناتوه. ترکیه میگه من در ارتباط با بحث روسیه و اوکراین حمله روسیه رو محکوم میکنم، اما تو تحریم های غرب بر علیه روسیه هم حضور پیدا نمیکنم، من میانه بازی میکنم.
من نمیتونم به خاطر جایی که هستم بیام یک فرایند کاملا غربی انجام بدم، مثل کاری که لهستان داره میکنه، مثل کاری که لتونی استونی لیتوانی میکنه، کاملا بر علیه اروپا، بر علیه روسیه. ترکیه میگه من نمیتونم. خب این ترکیه ای که در تمام این فرایندی که شمردیم در موارد زیادی سیاست هاشو در مقابل ناتو آمریکا تعریف میکنه، در موارد زیادی در کنار این دو، اما این نظم کنونی به من میگه که آمریکا نیاز داره تو دریای سیاه کشوری رو در واقع جایگزین ترکیه کنه، نقش ترکیه رو بده به کشور دیگه ای. این ترکیه در فرایند جغرافیایی در نقطه قرار گرفته که ورودی دریای سیاهه تا مرمره اژه مدیترانه. خب اگر بخوان ترکیه رو محدود کنن، میان نقش یونان رو افزایش میدن. چرا یونان؟ ابتدا از لحاظ ژئوپلیتیکی میتونه نقشی که ترکیه قراره ایفا کنه رو ایفا کنه. دوم، یونان جایی که میتونه میزان فشار رو بر ترکیه هم افزایش بده. یعنی چی؟ یعنی میانه بازی نکن، مجبورت میکنم بیای تو دایره غرب یا تو دایره شرق. تو هر دو حالت احتمالاتی برای ترکیه ایجاد میکنه که مطلوب نیست. این احتمالات چیه؟ اگر ترکیه به گفته کمال کلیشدار اوغلو که میتونه رئیس جمهور بعدی آمریکا ترکیه باشه تا چند ماه دیگه، ترکیه از ناتو خارج شه، یا به گفته روزنامه حریت، این دو با هم فاصله دارن، کمال کلیشدار اوغلو حریت، این از دو زاویه دید داره به این فضا که از ناتو خارج رو نگاه میکنه. از منظر ترکیه اگه ما تو ناتو باشیم و اون فرایند پیوستن فنلاند و سوئد رو بپذیریم، اساسا اگر یک فشنگ به سمت لهستان، لتونی، استونی، هر کشوری که عضو ناتو شلیک بشه، ناتو باید وارد درگیری با روسیه بشه و اون کشوری که آسیب میبینه و همسایه روسیه هست، یک اون باید تو این همسایگی بر اساس جغرافیاش تردد داشته باشه، کیه؟ ترکیه. پس بهتر عضو ناتو نباشیم از نگاه حریت و کمال کلیشدار اوغلو. دوم، امروز بلوک شرق غیر دلاری داره ایجاد میشه که یه پیمان شانگهای داره، در امتدادش یک بریکس داره که سوم تیر جلسهشون، دوستانی که میگن ایران دعوت نشد، ایران اون ببینید، یک پیمان مثل بریکس، مثل شانگهای، اینطوری نیست. اول مدیر کلها میان، معاونین میان در سطح وزارت خارجه، بعد بحث های فنی، تیم های امنیتی، نظامی اینا گفتگو میکنن، در نهایت بعد 15 روز 20 روز میرسه به اون گفتگویی که دوم سوم تیر ماهه جلسه سران ریاست جمهوری توی بریکس اتفاق میفته و سیاست گذاره کلان گفته میشه. یعنی صبر کنیم یکی دو روزه تا ببینیم چه اتفاقی در بریکس میفته. خب ترکیه میگه الان این همه کریدور، نظم جدید، سویفت جدید به اسم میر، این همه اتفاقا داره میفته. خب من هم یه کشوری هستم که اقتصادم الان با چالش روبروه، بلوک شرق، بلوکی که نمیتونم ازش صرف نظر کنم. ببینید ترکیه عضو ناتو یعنی چی؟ ترکیه که امروز با غربه یعنی چی؟ یعنی خدا حافظ آسیای میانه، جایگزین میشه ایران، شد دیگه. یعنی خدا حافظ قفقاز، ایران جایگزین شد. یعنی خدا حافظ شامات، ایران جایگزین شد. چرا؟ چون حمایت روسیه، چین و کشورهای منطقه رو میتونه جذب کنه، کشور عربی رو نمیگم، چون سرمایه ها و کریدورها و سیاست های اقتصادی چین میاد به سمت ایران، پس کشورهای پیرامونه ما هم میان به سمت ایران. این فضا داشته باشید. در امتدادش شما یک تصوری کنید چه تبعاتی داره ترکیه که از ناتو خارج بشه. میخوام وضعیت ترکیه رو ببینید که کارش چقدر سخته. ترکیه امروز ابتدای امر اقتصادش یک مشکل بسیار بزرگی داره، نیاز جدی به سرمایه گذاری داره، پول، بعد پول بیاد تو جغرافیاش، بخشی از این پول خارج شده، اقتصادشون هم مثل اقتصاد ایران بخشش رانتیه، ولی نفت و گاز مثل ایران ندارن. چرا آقای ندیمی میگید رانتیه؟ چون توی طرحهایی که انجام میشه، مثلا برای تولید کننده طرحهای حمایتی میذارن، یه مبلغی میذارن تولید فعال شه، همه نزدیکان آقای اردوغان به عنوان رانت میرن اون پولا رو برمیدارن، وام ها رو میگیرن. ببین این مشکلات رو دارن. خب نفت و گاز هم ندارن. نمیگم اقتصاد ترکیه اقتصاد بدیه، بزرگ نشده، اما این اقتصاد بزرگ دوچار رکود شده. یعنی چی؟
یعنی بنزین، گازوئیل، پول برق، پول گاز، اینها انقدر گرون شده که مردم تواناییاشون اومده پایین، نمیتونن بجز پولا، برق، گاز و پر کردن شکمشون خریدای دیگه ای بکنن. چه اتفاقی میفته؟ رکود ایجاد میشه. بخش عمده از بازار ترکیه که مشاغل تولیدی دیگه ای هست، فروشش کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، رکود میشه. حالا مثل ایران هم نیست نفت و گاز داشته باشه هی بفروشه، ارزونتر بفروشه، این ور اون ور کنه، پول بیاره تو ایران. نیاز داره بره پول جذب کنه بیاره تو ایران. کی رو باید بیاره؟ عربستان. قطر همیشه این کارو میکرد، الان جوابگو نیست. عربستان و امارات. خب عربستان و امارات هم خواسته هایی دارن، این خواسته ها هم بخواد انجام بده باید بیاد با ایران وایسه به جنگ. نمیشه. ببینید این داستان داشته باشید، پس نیاز به نفت و گاز داره ترکیه. چشم امیدش به مدیترانه است. با ائتلاف اسرائیل بخش عمده از این پوان ها رو بگیره برای انتقال به اروپا، که یک بخشی ترکیه رو دور زدن، از طریق مصر دارن این کار انجام میدن، یک بخشیش. یک بخش هم مورد مناقشه با یونان و قبرسه. حالا ترکیه اون اهمیتش به ناتو رو داره از دست میده، نمیگم از ناتو خارج شده یا کاملا بی اهمیت شده، اما بخش عمده ای از نگاه راهبردی به ترکیه تو ناتو از بین رفته، داره میاد رو یونان. یعنی چی؟ یعنی جزیره کرد، یعنی خلیج سودا. یعنی چی؟ یعنی این که ترامپ اومد گفت کریدور انتقال انرژی از یونان رو میدم به ترکیه، حالا بایدن میاد از ترکیه میتونه بگیره بده به یونان، این انرژی هم میتونه از یونان بره به اروپا، اینجا یونان تسلیح بشه، در گذر زمانم اون پایگاه بیاد به ایران، به در واقع یونان، پایگاه انجلی که ترکیه که مشکل اتمی هم داره. این فضا یعنی این که اگر بخواد بلوک غرب تو شرق بیاد، سرمایه گذاری عربستان و امارات حد دست میده. خب این اقتصاده رو چه گلی به سر بگیره؟ وضعیتش وضعیت بعدی، 80% تورم داره برای کشوری که نفت و گاز نداره. یه مثال، خیلی هم میگن آقا ما خودمون شکم نمیتونیم سیر کنیم. درسته، ما مشکلات مالی داریم، کوچیک هم نیست، زیاد هم هست، رانت داریم، بزرگتر هم هست، از ترکیه هم بیشتره. ما یه چیزی داریم تو این اقتصاد داغونمون که ترکیه نداره، ما برگاز و اینامون ارزونه، بنزینمون ارزونه. اگه اینا گرونشه، رکود کشور ما دیگه اصلا غیر قابل تحمل میشه. حالا شما تصور کنید ترکیه ظرف 2 سال ارزش پول لیرش 60-70% کم شده، تورم هم رو 80%، رکود هم هست، نفت و گاز هم نداره، گرون شده. این فشار وحشتناکه، باید برای این یک درد کوتاه مدت حداقل پیدا کنه. پولو کی داره؟ عربستان مراد. عربستان مراد سمت کیان؟ غرب. خب اگه بخواد بیاد بلوک شرق، در دراز مدت براش بی نظیره. آسیای میانه رو میتونه نفوذ داشته باشه، میتونه کوریدورهایی به عنوان سهمش بگیره، میتونه یک بلوک غیر دلاری مستحکم تر ایجاد کنه و اساسا در آینده شرق یک سهم خوبی داشته باشه، تأثیرگذار باشه. اما در کوتاه مدت دوچار فشار سهمگین اقتصادی میشه، چون حالا که اومده تو شرق ناتو هم خارج شده، سرمایه گذار غربی که اونجا سرمایه گذاری کرده بر میداره میبره، اون وقت فروپاشی اقتصاد ترکیه رقم میخوره. اینو میخواد چیکار کنه؟ کشوری که میانه بازی کنه همینه. انقدر میانه بازی کرد، همه گفتن اردوغان پراگماتیسمه، ببینید چه رئیس جمهوریه، میدوه با اسرائیل میدوه. نه، اینطوری نیست. باید بعضی از ببینید برای پوانهای کوچک هی تغییر جهت دادن شما رو از پوانهای درشت غافل میکنه. برای پوانهای درشت باید بیستی، تبعات بدی. وقتی حاضر به تبعات دادن نیستی تا اون پوانهای کوچک رو بگیری، توی امروز روز در کلان سیاست ها و اتفاقات و راهبردها و کوریدورهای نظم کنونی دستت خالی میشه. و امروز ترکیه رو داریم که اگه با غرب بمونه، با ناتو، سهم ناتو باشه، بعد یک بازی کاملا غربی کنه، بعد با روسیه وارد جنگ بشه، هولش میدن به جنگ، پس دوست نداره جنگ کنه. پس کمال که کیلوچداغلو و حریت میگن در بیا از ناتو. کسی داره میگه که احتمالا رئیس جمهور بعدی ترکیه هست، تا احتمال بالایی ها، فکر نکنید همونقدر که اردوغان احتمال داره، این هم همونقدر اندازه احتمال داره بیاد با این وضعیت که ترکیه داره. به خصوص حالا همون میزان
که از ناتو خارج تو ناتو بمونه احتمال درگیری با روسیه داره. از اون داره اگه بیاد تو بلوکش خارج بشه اقتصادشو میخواد چیکار کنه. این وضعیت عجیب غریبیه که ترکیه پیدا کرده و همین بازی میانه هم جواب نمیده. چرا؟ چون از طرف بلوک شرق مثل ایران روسیه تحت فشار سنگینیه، هم از طرف بلوک غرب داره اهمیتش کاهش پیدا میکنه. این رو فراموش نکنید. پس اینجاست که معتقدم ترکیه در یک تصمیم درست و نگاه دراز مدت باید از ناتو خارج بشه، بیاد تو بلوک شرق، کوریدورهاش متصل به کوریدور ایران بشه، بشه اصلا یک در آینده بخشی از مسیر انتقال گاز به اروپا حتی از طریق ایران به سمت ترکیه. خیلی شاید بگن آقا روسیه اجازه نمیده. نه، روسیه میدان در واقع فروش گازش رو شیفت داده به سمت، تغییر داده به سمت چین و بخش عمده‌ایش رو می‌بره به سمت چین. چین میخواد تمام گازش هم اگه روسیه بده به چین، چین نیاز داره چون زغال سنگ رو داره می‌ذاره کنار. اون 200 میلیارد متر مکعب کامل برنامه‌ریزی کرده 5 سال دیگه اضافه کنه. حالا در امتدادش این خلا و ایرانه که میتونه پر کنه. ایرانه که روزی 1 میلیارد متر مکعب استخراج گاز داره و همین که معیانات گازش رو به پالایشگاه ترکیه هم تزریق کنه، به جاهای دیگه هم تزریق کنه، امکانی داره که هی استخراج گازش هم بیشتر کنه و کامل میتونه به سمت خطوط لوله ترکیه و اروپا قدم برداره. اینا بزرگترین اتفاقات برای ترکیه خواهد بود در آینده. اما در یک تصمیم کوتاه مدت ترکیه باید سمت غرب باشه تا حجم سرمایه گذار رو جذب کنه و بتونه مشکلات اقتصادیش رو برطرف کنه. این هم یعنی این که آمریکا میخواد اروپا رو هل بده به جنگ با روسیه. راجبی زیاد صحبت کردیم. ترکیه هم باید این سهمش رو ایفا کنه و ترکیه نمیخواد این سهم رو ایفا کنه چون جایی که قرار داره جایی نیست که با روسیه بتونه درگیر شه. نه اینکه قدرت نظامی نره داغون میشه. ما میگیم روسیه هم آسیب میبینه، باشه، ولی اینم داغون میشه. عقلانی نیست چون جایی هستن که مرز آبی دارن، کاملا به هم مشرفن و ترکیه نفت و گاز نداره. توی کوتاه مدت هم در واقع اگر پوهنی بگیره در اون طرف ماجرا خیلی آسیب پذیره. میانه بازی کنه، هم شرق از دست میده هم غربو، چیکار کنه؟ صبر کنیم ببینیم چه تصمیماتی میگیرن. تصمیماتشون رو هر روز رصد میکنن و این وضعیتی که الان دارن رو در واقع میشه کاملا این استیصال رو در لایه های بالای سیاست در واقع مردان سیاسیه، یا در واقع نگیم مردان چون زنانی هم هستن ترکیه که سیاست مردان مطرحین، تو بدنه بالای سیاسی ترکیه کامل این پارادوکس داره دیده میشه. تا حدی که یک شخصی که داره میاد رئیس جمهور ترکیه بشه به احتمالات میتونه زیاد خواهان خروج از ناتو، یعنی فضای تصمیم گیری بعد تصمیم بزرگ بگیرن، هر تصمیمی تبعات خودشو داره. ببینیم چه تصمیمی میگیرن، رصد میکنیم با اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست و در اون تحلیل زب خواهیم کرد. درود، ممنون که با من همراه بودید. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.